سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور عزیزان و اساتید و سروران گرامی هستیم در ادامه مباحث مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین. هنوز در مجلس اول هستیم و مطالب بسیار عظیم و عزیزی که مولانا در این سلسله مباحث به شکل منبری و به شکل خطابه بیان می کند و لحن خطابه دارد خواندیم. مطالب بسیار زیبایی بیان شد. مهمتر از همه توجه به این اثر خاص حضرت مولانا مجالس سبعه و به طریق اولا فیه ما فیه ما رو کمک می کند که بتوانیم مطالب مربوط به مثنوی شریف و دیوان شمس رو بهتر و دقیقتر درک کنیم و دریابیم. گویا مجالس سبعه یک رمزگشایی است، رمزگشایی خاصی است که مولانا نسبت به مثنوی شریف قرار داده است. چون می‌دانید که زمان این سخنان و این منبرها یا این مجلس‌های موعظه، مجلس‌های اخوانیه و مجلس‌های عارفانه زمانش قبل از سروده شدن مثنوی و یا ممکن است که قبل از سروده شدن دیوان غزلیات شمس باشد. از آن جهت اینجا وقتی که مطالب بیان می شود هر کدام از این مطالب کوچک در جای دیگری در مثنوی و یا در جای دیگر خود را نشان می دهد و این رمزگشایی هایی که در این مجالس هست در این کتاب با حجم اندک وجود دارد بسیار راهگشا هست. تداعی معانی هایی که مولانا دارد و از یک معنی به معنی دیگر که با آن مناسبتی دارد و نسبتی ایجاد می کند این بسیار مسئله مهمی است و در توسط قصه و شعر و آیه و روایت و حدیث چنانچه عادت مجلسداران و مجلسگویان سابق بوده است ابتدا با نعت رسول و با توحیدیه شروع می شود، روایتی بیان می شود همچنان که مولانا در این جا انجام داد، روایتی از حضرت رسول رو بیان کرد، او رو تفسیر کرد، در راه تفسیر آن به حکایت‌هایی رسید، این حکایت‌ها رو بازگو کرد و اشعار زیبایی راجع به هر کدام از اینها بیان کرد. سپس آیات دیگری رو آمد و تفسیر کرد و 3-4 آیه رو از دیدگاه مولانا ما اینجا تفسیر کردیم و بعدش مطالب دیگری که از روایات و امور دیگر هست باز هم آمد. بسیار قابل توجه است و مسئله قابل توجه دیگر ایمان مولانا به چیزهایی است که شاید عقل و حکمت در بدو نظر نتواند اینها رو درک بکنند. در اینجا قصه سخن گفتن سنگریزه ها در دست ابو جهل رو مطرح کرد و ما در حضورتان بودیم، آن قسمت ها رو شرح کردیم. مسئله شق القمر رو مطرح کرد که مع الاسف عده‌ای بی اطلاع این رو عنوان می کنن که اینها خرافه هست و واقعیتی ندارد. مولانا به اینها کاملا ایمان دارد و می داند که باید با این معجزات حضرت رسول چگونه برخورد کرد، متاوعی باید برخورد کرد، با
باید اطاعت کرد از آنچه که حضرت رسول به آن توجه داشته است و پایبند بوده است و در عمل خود آن را نشان داده است. شاید شما الان در جامعه امروزی بگویید که سنگریزه هایی در دست ابو جهل، در دست یک کافر یا مشرک سخن گفته است، شاید 90% مردم نپذیرند و حتی آن را جز به معجزه نشمارند. اما مولانا چون این نیست، همچنان که در مورد ستون حنانه در جلسه مثنوی عرض کردیم، شاید گریستن یک ستون و سخن گفتن پیامبر با یک ستون مسجد النبی رو کسی خرافه بپندارد، اما اینها مشکلشان این است که میخواهند همه چیز را با عقل ابزاری، با عقلی که جز یکی دو قدم بیشتر و پیشتر رو نمیبیند، میخواهند با آن بسنجند. کل قصه عرفا همین است، کل قصه بزرگان این است که با عقل نمیتوان همه چیز را فهمید. خیلی از چیزها هست که فقط باید عاشق بود و عاشقانه این رو پذیرفت، و عقل و عشق که با هم دائم در تضاد هستن از دیدگاه عرفا، میگویند که عقل تا جایی به درد میخورد که بتواند نیازی از ما برطرف کند، آن عقل جزئی، وگرنه این عقول جزئی به درد درک آن عقل کلی و عقل کل و خداوندی که احاطه دارد بر همه عقول البته نخواهد داشت. بعد مطالب جالب دیگری رو مطرح کرد تا رسیدیم به آن قسمت که قصابی بود که گوشتش را به نسیه می داد و یک نوجوانی، یک شاگردی داشت که او آنها را می نوشت. وقتی به آنجا رسید، ناگهان یک روز یک حیوان مردارخوار، یک پرنده مردارخوار آمد. حالا هر پرنده‌ای که بوده است، شاید مثلا در زمان مولانا پرنده هایی بودن که پرواز میکردن، مرغان ماهیخوار یا مرغان دیگری که مردارخوار بودن، یکی از اینها آمد و چارکی گوشت از انبان و خان و دکان این قصاب رو بود، دزدید و برد. قصاب رو به شاگردش کرد، گفت که بنویس که ما یک چارک نزد این مردارخوار داریم، نزد این پرنده داریم. سپس بار دیگر که فردایش آن پرنده دوباره آمد که باز تکه گوش ببرد و بخورد، این قصاب حیله اندیشیده بود، ناگهان او رو گرفتار کرد و مرغ در ماند و گرفت و سرش را برید و او را برای عبرت دیگر مردارخواران، برای عبرت دیگران از قناره آویزان کرد. قناری آن چیزی است که معمولا قصاب ها لاشه های گوسفند و گاو رو دیده اید که از آن آویزان می کنند، قلاب هایی که از آن آویزان می کنند. شاگرد وقتی این را دید، دید که یک چارک او رو نوشته است و گفته است که مرغ ماهی خوار یک چارک از ما نسیه برده است، گوشت برده است. گفت خب از ای استاد، از آن مرغ ماهیخوار را نوشتم که شما چقدر نزد او گوش دارید، از آن او چه بنویسم. ناگهان این قصاب درک کرد، فهمید، دست بر سر زد، گفت من سر این را بریدم، اگر در آنجا او از من سر بخواهد من چه کنم، هیچ چاره‌ای ندارم، او گوشتی از من برده بود، اما اگر سر در برابر سر بخواهند، جان در برابر جان بخواهند، من چه خواهم کرد. و رفت به دنبال یک مطالب بسیار زیبا. از آنجا تداعی معانی اتفاق افتاد، تداعی معانی که کسی که کشته می شود چه می شود، و آیات مربوط به شهدا رو اینجا
گفت بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بعد میفرماید که گمان مبرید آنان که کشته شدند در راه خداوند امواتند، بلکه اینان زنده اند و نزد پروردگارشان هستند. سپس راجع به جناب حمزه سخن گفت. جناب حمزه که هم مقام سید الشهدایی دارد قبل از حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، لقب سید الشهدایی مختص حضرت حمزه بوده است و پس از آن هم جناب حمزه به اسدالله مشهور بوده، به شیر مشهور بوده، چون گویا شکار شیر میکرده است و در شجاعت و در نترسی و بیباکی به شیر در میان عرب مشهور بوده است. میگویند که جناب حمزه قبل از اسلام که بعضی جنگ ها که اتفاق می افتاد و گویا حضرت رسول هم در آن جنگ ها شرکت کرده است و خود می فرماید که کنتو انبل و علا اعمامی، میگن که ای رسول شما در جنگ ها شرکت کرده ای؟ می فرماید بله، من انبال می کردم نزد عموهایم. انبال یعنی این که کسی بیاید جلوی تیرها و تیرها رو بزند و نگذارد که تیرها به هدف بخورد. یعنی حضرت رسول در نوجوانی و در جوانی در جلو می ایستاده در جنگ هایی که اتفاق می افتاده و به عموهایش که تیر شلیک می کردن از طرف آنها، اینها رو منحرف می کرده، اینها رو با شمشیری یا با چیز دیگری این تیرها رو منحرف می کرده است. در هر صورت میبینن که بعد از اسلام در جنگ بدر و در جنگ احد، به خصوص در جنگ بدر، دیدن که او زرهی که داشت و بر تن میکرد و خودی که بر سر میگذاشت اینها رو ترک کرده است. گفتن تو که اکنون پیر شده ای و بدنت ضعیفتر شده است، چگونه است که اکنون زره را از تن برکندی و خود رو بر سر نمی کنی که محافظ تو باشد در جنگ ها؟ چرا چون نمی کنی؟ در حالی که وقتی که جوان بودی زره و خود بر تن می کردی. سخن خیلی جالبی است که مولانا اینجا فرمود که جناب حمزه فرمود که من آن زمان که مسلمان نشده بودم، ایمان نیاورده بودم، مرگ رو نیستی می دانستم، فکر می کردم که اگر انسان بمیرد از بین خواهد رفت. بنابراین آدم عاقل به سمت نیستی و به سمت هلاکت و به سمت نابودی جز با سپر و خود و به هر حال لوازمی که از نابودی جلوگیری کند نمی رود. اما بعد از اینکه ایمان آوردم، مرگ را جز زندگی چیز دیگری نیافتم. این دیگر مرگ نیست، این شهادت است و شهادت بهترین نوع زندگی است. از این جهت است که من اکنون دیگر به سمت زندگی می روم، نمی ترسم، چون این مرگ را زندگی می دانم، مرگ را مردن و نابودی نمی دانم. قبلا مرگ را مردن می دانستم، از بین رفتن می دانستم، سپر می پوشیدم تا اینکه از بین نروم. اما اکنون مرگ رو زندگی می دانم، پس هیچ نیازی نیست که من سپر بپوشم، چون انسان که از زندگی که سپر نمی پوشد به سوی حیات و زندگی با تمامی وجودش می رود، نه اینکه سپر بگیرد و خود رو از زندگی مخفی بدارد همچنان که از مرگ خود رو مخفی می داشته است. پس از آن مولانا یک بحث دیگری رو که بحث امروز من هست آغاز می کند، بسیار بسیار زیباست، متنش واقعا از نظر ادبی بسیار زیباست و من سراغ ندارم این چنین متنی رو که اینقدر پر باشد از مطالب و مطاوی بسیار عظیم عرفانی و اینقدر زیبا هم بیان شده باشد. امیدواریم که
بحث ما و خوانش ما از روی این کتاب زیبای مجالس سبع موجب تخریب این حالت ادبی و بسیار زیبای این کتاب نباشد. بعد از آن شعر که فرمود سوی آن حضرت نپوید هیچ دل، با آرزو با چنین گلرخ نخسبت هیچ کس با پیرهن. مولانا می فرماید که کسی که عاشق کسی است، پیراهنی که او دارد، اون سپری که حمزه برتن کرده است، این سپر رو بیرون انداخته است. چرا حمزه سپر برتن نمی کرد و زره برتن نمی کرد، خود برسن نمی گذاشت؟ به خاطر این که می خواهد همخوابه حضرت معشوق شود. چه کسی با سپر و زره و خود به همخوابگی معشوق می رود؟ و چنین است که می بایست لخت بود، می بایست آری بود. عریان از عرایعری میاد، یعنی آری بود از هر چیز، از همه وابستگی هایی که در دنیا هست، از همه اینها باید تعریه کرد. آری بود و جدا بود تا اینکه انسان بتواند به آن وحدت حقیقی و به آن معشوق ازل و ابد دست یابد. سوی آن حضرت نپوید هیچ دل، با آرزو با چنین گلرخ نخسبت هیچ کس با پیرهن. پس از اینکه ذهن ما رو آماده کرد در مورد حضرت حمزه بیاناتی فرمود، میرسد به وحشی، آن غلامی که حضرت حمزه رو به شهادت رساند. شما در اینجا و در جاهای دیگر مفاهیم خاصی رو میبینید. در مورد مرگ به گونه دیگری مولانا میاندیشد و حتی مرگ دیگران به واسطه نیکان هم به نوع دیگری نگریسته میشود. مانند قصه عمر ابن عبدود که همه میدانید و حضرت علی با او در افتاد، آنچه که در کتاب‌های تاریخ و اینهاست چیز دیگری است و همه میگویند که او به جهنم واصل شد و به درک واصل گردید و چنین چنان. مولانا اصلا ذهنیتی دیگر دارد نسبت به این مسائل. همچنان که در مورد قضیه عاشورا در آن شعری که راجع به شیعیان حلب میگوید نسبت دیگری ایجاد میکند، در اینجا هم نسبت به وحشی، غلام یکی از زنان قریش، به گونه دیگری سخن میگوید. آنجا مثلا عمرو بن عبدود میگوید که تو چه دیدی در رخ من که من از دیدن آن عاجز هستم؟ تو بگو ای راز گشا که چه رازی در وجود توست که ای علی وقتی من تو را دیدم دستم از دنیا سرد شد، از همه چیز سرد شد، من عاشق تو شدم. و در هیچ جا نیست که کسی بتواند عاشق قاتل خود باشد، اما در مورد عشق بزرگی که بوده است معمول است که کسانی که علی را می شناختند دوست می داشتند که به دست او کشته شوند، و اگر کسی قرار است آنها را بکشد چه زیباست که به دست علی کشته شوند. به خاطر اینکه عاشق قاتل خود بودند. و یا در جای دیگر نسبت به ابن ملجم همچنین سخنی دارد. مولانا میگوید که حضرت علی علیه السلام هرگز خود رو از زخم ابن ملجم و از شمشیر ابن ملجم نپوشاند، خود رو در معرض قرار داد. مگر ما معتقدیم که امام علیه السلام به هر حال علم لدنی دارد و هرچه که میخواهد میتواند بداند طبق آن چیزی که ما شیعیان پذیرفتیم. آیا مثلا حضرت علی نمیدانست که آن روز توسط کسی به شهادت خواهد رسید؟ اینها قصه های عجیبی است که ذهن های عامی، ذهن های معمولی، ذهن های متوسط
و افکار متوسط البته قادر به درک این نخواهند بود. برای درک اینها پاره هایی از آتش عشق لازم است که در دل انسان بیاید و آن آتش کار خود را انجام بدهد، وگرنه با عقل و منطق و گفتار و مسائل دیگر این موارد قابل درک و قابل فهم نیست. و کسانی که میخواهند اینها رو با در قالب عقلانی درک بکنن البته هرگز توفیق نخواهند یافت. و از این جهت هست که این مسیر رو میبایست با عشق پیمود و اصلا دین رو باید با عشق پیمود. دین عقلانی چندان دین جالبی از آب در نخواهد آمد و دینی خواهد بود که خشک است و حدود و ثغورش بسیار خشک و سفت و سخت است. و دین عاشقانه بسیار زیباست، همچنان که بزرگان ما حضرات ائمه معصومین، بزرگان ما حضرت رسول و دیگران به این دین عاشقانه سر سپرده اند و این دین عاشقانه رو به ما گفتند. می فرماید وحشی غلام بود، برده بود، از آن زنی از بزرگان عرب. بعضی ها نوشتن از بزرگان عجم، در بعضی از نسخه هایی که وجود دارد نوشتن از بزرگان عجم، ولی خب طبق تواریخ از بزرگان عرب بوده و آن هم هند بوده است که همسر ابو سفیان بوده و مادر یزید ابن معاویه. وحشی غلام بود از آن زنی از بزرگان عرب و حمزه خیشی عزیز از خیشان آن زن کشته بود در قضا. قضا یعنی جنگ. حمزه هم پدر او را کشته بود، عتبه را کشته بود و هم برادر او را. بعضی میگن دو برادر، ولی بعضی ها میگوین که یک برادرش را کشته بود. و در حقیقت مشهور است که میگوییم پدر کشتگی داشته است. این هند با جناب حمزه پدر کشتگی داشته است، پدر او را کشته بود در جنگ بدر. در دل آن زن از حمزه کینه بود. دیگه اینها روشن، من دیگه اینها رو فقط میخوانم و شما هم متن هم در حضورتان هست که عنایت بفرمایید. وحشی را که غلام او بود میگفت، به وحشی میگفت که اگر تو چاره کنی و حمزه را بکشی تو را آزاد کنم و چندین سرمایه بدهم. این هند هی به وحشی میگفت که اگر بروی و حمزه را بکشی هم آزادت میکنم از بردگی، از بند رقیت، و هم این که سرمایه به تو میدهم، میتوانی کار کنی، تجارت کنی با آن. این وحشی هم گویا غلام چالاک و چابک و باهوشی بوده است. و دیگران نیز که با حمزه هم از بحر خون کینه ها داشتند که از خیشان ایشان در قضا کشته بود، دیگران هم آمدند، آنها هم فامیلشون که کشته شده بود گفتند که فقط یک نفر میتواند حمزه رو بکشد و این هم همین غلام است، وحشی است. اسمش هم واقعا وحشی بوده است، یعنی خیلی انسان خاصی بوده است. این وحشی را هم می فریفتند که فلان اسب تو را بخشیم و فلان کنیزک تو را بخشیم اگر تو این هنر بکنی. می گفتن این اسب رو میبینی، میدیم بهت اگر مثلا یه اسب خیلی، اسب عرب خیلی خوب رو میدهیم، یه کنیز زیبا روی رو نشان میدادن، می گفتن این رو به تو خواهیم بخشید. زر و مال جادوی چشم بند است و گوش بند است. خب اینجا مولانا دارد اون استفاده هایش را از این قصه میگوید. چرا این قصه را پیش کشیده؟ به خاطر این یک جمله که میفرماید زر و مال، مال دنیا جادوی چشم بند است. جادویی است که چشم ها رو میبندد، جادویی میکند و گوش بند است و گوش انسان را میبندد. خب این بزرگان به ماهیت دنیا پی بردند. بعضی از انسان ها این دنیا رو خیلی خوب میدانند، خیلی زیبا میشمارند، چون به ماهیت این دنیا پی نبردند.
درک صحیحی از این دنیا ندارند. در حالی که اگر در نظر اولیای دین و بزرگان باشیم، این دنیا رو به گونه بسیار زشتی می‌بینند، دنیایی که آمده است و انسان‌ها رو از یاد خداوند غافل می‌کند. از دنیا ما یشغلو که ان الله خواندیم در بحث مثنوی که دنیا چیست؟ دنیا قماش نیست، دنیا این وسایل زندگی نیست، دنیا زن و فرزند و اینها نیست، بلکه دنیا بی توجهی به خداوند است و توجه از خدا گرفتن است. خب فرمود که زر و مال جادوی چشم بنده است. این یک حقیقته، کسی بخواهد قبول کند یا نکند، پول موجب می شود که چشم انسان بسته شود و گوش انسان بسته شود. قاضی و حاکمی که موی در مو می بیند به علم و هنر، چون طمع مال و رشوت کند چشم او ببندد و به روز روشن ظالم را از مظلوم نشناسد. خب مثال می زند از قضات رشوه‌گیر، از حاکمان و از بزرگان رشوه‌گیر که موی در مو می بیند به علم و هنر، با علم و هنر موی رو در داخل مو میبیند، یعنی هم علم دارد هم هنر دارد، خیلی ظریف موشکافانه مجرم رو از غیر مجرم تشخیص میدهد. اما وقتی همین قاضی، همین حاکم، همین رئیس، همین بزرگ آمد و پول به او پیشنهاد کردن، رشوه‌ای به او پیشنهاد کردن، نظرش عوض میشود. آن وقت در روز روشن ظالم رو از مظلوم تشخیص نمیدهد و ظالم رو به جای مظلوم میگذارد و مظلوم رو به جای ظالم، و اینها رو برعکس محکوم میکنند. گویا از اول این قصه بوده است و گویا خواهد بود تا آخر. چنان که علی رضی الله عنه فرمود در خطبه خیش، در خطبه خود حضرت علی علیه السلام فرمود: و احذرکم الدنیا، و شما را تحذیر میکنم از دنیا. ما این در هیچ کتابی مانند نهج البلاغه و در هیچ خطبه‌ای مانند خطبه های نهج البلاغه و هیچ کسی مانند حضرت علی دنیا رو مذمت نکرده است. اگر کسی اهل نهج البلاغه باشد میداند که بیشترین مذمت ها رو نسبت به دنیا حضرت علی کرده است، حتی نسبت به این مسائل ظاهری، همین چیزهایی که میبینیم در هر رسته و در هر رده‌ای حضرت علی آنها رو رد کرده است. از در رده مثلا خوردن، مثلا میگوید خب اگر بخواهید من میتوانم لباب حاضر قم، و میفرماید که من چرا نان جو میخورم؟ اگر من بلد نیستم که نان خوب گندم بخورم. ولو شئتو لحتدیتو الى مصفا هازل اصل و لباب هازل قم، من اگر میخواستم هدایت میکرد، اینا همه دست من بود که بیایم و مانند شما نان نرم گندم رو که بیخته شده است رو بخورم. چه کسی بدش میآید از نان بد؟ آیا نان گندم خوردن بد است؟ از نظر علی بد است. برای که؟ برای همه نه، برای خود او بد است. حضرت علی چنانچه اشاره می کند می خواهد مردم همه کاملا برخوردار باشند، اما برای خود اون رو بد می داند. و مشهور است که یک خورش بیشتر در سفره او نبود. خورشتش چه بود؟ نمک بوده است. دنیا رو به هیچ حساب می کرده. آیا ممکن بود او منحرف شود به این واسطه که نان گندم نمیخورد؟ قصه چه بوده است؟ به هر حال هر چه که بوده است، سیره حضرت ایشان این بوده است، سیره رسول همچنین بوده است. ما روایت های فراوانی داریم که حضرت در خانهش بود، حضرت رسول، کسی آمد و در زد و چیزی آورد، گفت خوب آوردی، دو روز است من هیچ نخوردم. روایت های معتبر داریم، داریم حضرت رسول دو روز بود چیزی نخورده بود در خانه خودش، نداشت که بخورد، هرچه که داشت رو به دیگران میداد. این از همان
قصه ای که این بزرگان ما، ولی حاضر نبود. همین علی که خودش نان جو نمیخورد میرود و برای یتیمان نان میپزد، برای یتیمان خرما میبرد، برای دیگران، برای عوام مردم اینها رو میبرد و میفرماید کاد الفقر یکون کفرا. برای انسان عادی و انسان معمولی فقر کفر است، اما برای پیغمبر الفقر و فخری هست. فقر همان است، اما در دو لایه، در چند لایه. فقر برای عوام مردم کفر است، موجب کفر می شود، چون نمی داند، نمی شناسد، عظمت فقر رو نمی داند. و این که بگوییم از دنیا دوری کنید، او بدی دنیا رو عوام نمی شناسد، اما او می شناسد. لوشه تو لحتده تو الا مصفه هازل اصل، منم می توانستم این اصل زیبای خوب رو، شیره اصل را بخورم، مگر من دوست ندارم؟ یا مثلا به قول خودمان مزه دهانم را نمیدانم. ولو باب هازل قم. بعدش خیلی سخن عجیب میگوید، ولعل بالحجاز اول یمامه من لا عهد له بالشبع. خیلی زیباست، میفرماید من اینجا بخورم، همه چیز دارم، اما ممکن است که در حجاز یا یمامه کسی باشد که در عمرش یک بار سیر نشده باشد، یک قرص نان نداشته باشد که بخورد. من آن کسی نیستم که چنین بتوانم کنم. و مذمت میکند دنیا رو برای این کاری که انجام شده است. و احذرکم الدنیا، و تحذیر میکنم شما را، برحذر میدارم از دنیا. این دنیا چیست؟ همه چیز است. هر کسی دنیایی دارد، نسبت به ردیف‌های ذهنی و نسبت به لایه‌های فکری انسان، نسبت به اندازه درک و فهم و شعور هر شخصی، برای او دنیایی است. یکی اگر دنیایش همین دنیای مادی است، دنیای فیزیکی شیمیایی است، دنیا منظور همان است. اما کسی اگر برتر و بالاتر می‌داند، آن وقت بالاتر است که فرمود که از دنیا ما یشغل و که عن الله، دنیا آن چیزیست که تو را مشغول کند از خداوند، وگرنه صرف بهره مندی از دنیا کار بدی نیست. اما خب همین که بزرگان ما، سیره بزرگان رو وقتی ما میبینیم، میبینیم که بزرگان ما خصوصا حضرت امیرالمومنین و ائمه اطهار، همشون به این بی‌توجهی به دنیا رسیده بودند. شما هیچ زندگی مرفهی در هیچ کدام از اینها نمیبینید. اخیراً باب شده است برای اینکه کسانی که یدک میکشند نام ائمه رو و میخواهند بگویند که ما هم به دنبال آنها هستیم، به اینها که میگویند خب حضرت علی اینقدر میخورده، شما چرا اینقدر میخورید؟ حضرت علی چنین میکرده است، شما چرا چنین میکنید؟ حضرت علی کجا این همه قضا میخورده، کجا این همه میخوابیده، کجا این همه مثلا شرایط؟ میگن نه، او هم همین کار آن وقت نبوده است. بعدن که داشتن روایت درست کردن که نه، برای اینکه پرخوری خودشون رو توجیه بکنن، وگرنه قصه همین است. قصه در مورد در صحیفه سجادیه رو بخوانید ببینید حضرت سجاد چگونه راجع به دنیا بد میگوید، راجع به همه چیز دنیا بد میگوید. حضرت علی چنین است، روایت ها متعدد است. اما کسانی که دوست نمیدارن این، هم دنیا رو میخواهند، هم آخرت رو، هم خدا رو میخواهند، هم خرما رو، به خاطر اینکه بتوانند توجیه کنن رفتارهای خودشان را، اشکال میگیرن به حضرت علی که نه، این چنین هم نبوده است. حضرت علی در طول روز دو بار غذا میخورده، هر بار هم سه لقمه میخورده، سه لقمه کوچک میخورده است. این دیگه در سیرش مشخصه، در روایت ها، در همه چیز معلوم. اکنون کسی که آلاف و الوف میخورد و سفره های آنچنانی و سفرهای آنچنانی، او میبایست چنین کند، او میبایست توجیهی پیدا کند تا اینکه بگوید نه، من هم همان راه را میروم، ولی چنین و چنان است. ببینید میفرمه احذرکم الدنیا. ای کم چیه؟ کیا هستن؟ همان شیعیان. به ما میفرماید دیگه، کسی که به حرف حضرت توجه کند، احذرکم الدنیا فانها،
این دنیا چیه؟ قرارتون. قراره یعنی فریبکار است. این دنیا کارش فریب است. حضرت علی ماهیت این دنیا رو دیده است. من ماهیت زیبای این دنیا رو میبینم، ولی او ماهیت پست این دنیا رو دیده است. آن کسی که برای او کیک آورد و رویش شیره ریخته بود، حضرت فرمود که من نمیبینم این شیره ای که روی این کیک هست یا این شیرینی که برای من درست کرده ای آورده ای، این شیره چیزی نیست جز استفراغ مار زهری، مار سمی. در دیدگاه تو این یک شیرینی نیست، اما در دیدگاه علی، در دیدگاه ملکوتی علی، در دیدگاه جبروتی علی، این چیز دیگری است. ماهیت این دنیا چیز دیگری است. راجع به همه چیز این چنین گفته است. حضرت علی میفرماید این دنیا رو شما میبینید، این دنیا انقدر قدار است، مانند پیرزنی است که بسیار فرتوت است اما خود را آرایش کرده است، به هزار عشوه هر روز به رنگ دیگری در میآید. این دنیا همین است. کسانی که دنیا رو تقدیس میکنن و دنیا رو خوب میدانن، اینها البته از مسیر اهل بیت بسیار دورند. و احذرکم الدنیا فانها قرارتون. قرار یعنی بسیار بسیار فریب دهنده، غرور یعنی فریب، بسیار بسیار فریب دهنده. قدار است. قدر یعنی حیله کردن، اونجا می فریبد، اینجا حیله می کند. بی وفاست. قدار یعنی بی وفا، یعنی خائن است. این دنیا به هر کس که به او روی کرده است خیانت کرده است. و چقدر از این خیانت ها در کتب ما، خصوصا در نهج البلاغه عظیم وجود دارد، چقدر از این خدعه ها رو به ما نشان می دهد که اینها خدعه می کنند، خیانت می کنند. قدرارتون فریبکار است. قدارتون او خائن است، هر لحظه قدر می کند، حیله می کند. مکارتون مکر می کند، هر کاری که بکنی در برابر تو مکر ایجاد می کند. سحارتون ساحر از سحر می کند. انسان یک دفعه بیدار می شود می بیند عمرش رفته است. انسان یک دفعه از خواب غفلت بیدار می شود، انسان می بیند 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمرش گذشته است. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. عمر می گذرد به خاطر اینکه این دنیا قرار است فریب می دهد. می گوید بیا به سراغ من، من خیلی خوب هستم. اگر دید که شما به سمت معنویات توجه دارید، می گوید حالا این قضا سرد می شود، ولی معنویات که سرد نمی شود. حال بیا این قضا رو بخوریم، حال یکم دیگر بنشینیم، یکم صحبت بکنیم. معنویات هست همیشه و همیشه تصویف میکند. یکی از کارهای شیطان تصویف از صوفه صوفه میکند. به زودی این کار را خواهم کرد، این شنبه دیگه این تصمیم را خواهم گرفت، از فردا صبح چنین خواهم کرد، از فلان وقت چنین و چنان. اینها تصویف هایی است که دنیا می، اصلا کار دنیا همین است. 4 صفت عالی حضرت علی میفرماید برای دنیا. ای کاش ما واقعا گوشمان باز باشد این سخنان عجیب را بشنویم. فانها قدرارتون، قدارتون، مکارتون، سحاره. هر کدام یکی از اینا کافی است که یک انسان را بدبخت بکند. این 4 صفت در دنیا جمع شده است. از اینجا که میبینید در خطبه خیش میفرماید، معلوم است که مولانا از خطب حضرت علی بهره داشته است. یعنی سید رضی رحمت الله علیه که نهج البلاغه رو گرد آورده است و جمع کرده است، قبل از مولانا بوده است و مولانا با توجه به مطالبی که در دیوان شمس و در مثنوی میگوید، حتما و حتما مناسبت داشته با نهج البلاغه و خطبه های حضرت علی، حتما میدانسته. خیلی از ابیات مثنوی ترجمه دقیق یا ترجمه به مضمون نهج البلاغه هست. کسانی که نهج البلاغه رو در حفظ دارند و مثنوی رو میخوانند، اینها به راحتی میتوانند این تشابه رو بدانند. در مثنوی یک قرآن محل الهام بوده است،
دوم سخنان و فرمایشات حضرت رسول و روایات حضرت رسول محل الهام بوده است و سومین درجه نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام الهام بخش او بوده است. بسیاری از سخنانی که وجود دارد در مثنوی آمده است و به شکل شعر بیان شده است، ولی نامی از حضرت نبرده است. دلایل متعددی داشته است. یکیش میتواند تقیه باشد که آن زمان اگر کسی نام علی رو بر زبان می آورد، البته حسابش با کرام الکاتبین بود و او را یا میکشتند یا زجر میکردند یا از شهرها میراندند، بنابراین چاره ای نبود که چنین کند. ولی خب اینجا باز فرموده است. از رابعه می آورند رضی الله عنها که روزی خدمتکار او 2 درم آورد و به دست او داد. قصه ای رو مطرح می کند. میگه رابعه ادبیه رو همه میشناسیم، آن زن بسیار بزرگ که گفتند 70,000 از امت پیامبر در شفاعت او خواهند بود در روز قیامت. انسان بسیار عظیم و عجیبی است. قصه نقل میکند که رابعه در قرن دوم هجرت زندگی میکرده است و در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، از صدیقات بود و از بزرگان بود، همراه با حسن بصری بود و از کسانی بود که با اهل صفه ارتباط داشت. میگوید که یک بار خدمتکار او آورد، یک کسی گفته بود که این رابعه بیچاره هیچ ندارد، 2 درم درهم، درهم یعنی پول کوچک نقره، به او داده بود. خدمتکار آورد که این رو به شما دادن، حال به خرج مثلا مصرف فقرا برساند یا هر کار دیگر، یا به مصرف خود برساند. رابعه 2 درهم را که گرفت، یکی را در دست راست گرفت، دیگری را در دست چپ، همینجور نگه داشت. بعد که وقت مثلا قضا شد، قضایی آوردن، گفت که ببین چه قضی باز میخواهد به دیگران این رو یاد بدهد. گفت که کسی این لقمه در دهان من بگذارد. گفتن خب این که کاری ندارد که این سکه رو بده به دست دیگرت و غذا بخور، مثلا نان بخور مثلا. گفت نه، اینها جادو هستند، این دوتا اگر به هم دیگر برسند دمار از روزگار من در می آورند. این قصه رو اینجا ببینید چقدر زیبا مطرح می کند. از رابعه می آورند رضی الله عنها که روزی خدمتکار او 2 درم آورد و به دست او داد. 1 درم به دست راست گرفت و 1 درم به دست چپ و وقت نان خوردن بود. گفتند بخور. گفت لقمه در دهانم نهید که دستم مشغول است. گفتند این سهل است، آن 2 درم را به 1 دست بگیر، 2 درم را بده به 1 دستت، با دست دیگرت بخور. گفت معاذ الله، پناه میبرم به خداوند، آن درم جادوست و این درم جادوست، این دوتا جادو هستن، دوتا جادو رو با هم اگر کنار هم بذاری جادو عمل میکند، جادو اثر میکند، من این 2 جادو رو به هم دیگر جمع نکنم که ایشان هر 2 چون هم نشین شوند فتنه ای بیندیشند. اینها یه فتنه گری میکنند، ایشان هم چون وصال یابند تدبیر فراق ما کنند. این 2 سکه اگر به هم وصل و وصال پیدا کنند، تدبیر میکنند که ما رو از خدای من جدا کنند. یتعلمون منها ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. از آیه قرآن هست که میفرماید که در سحر یاد میدهند آن چیزی را که بین مرد و زنش فاصله میاندازد. خب قبلا این طلسم ها و سحر هایی که میکردند و عمل هم میکرده است، سعی میکردند که مثلا کسی عاشق زنی بوده است که شوهری داشته است، جادویی میکرده است به باطل که آن شوهر زن را طلاق دهد، زن از شوهر جدا شود و این زن با این شخص ازدواج کند، که قرآن هم به آن اشاره کرده است. و یفرقونه عمل رو میفرماید. بنابراین کسانی که میگویند اینها خرافات است، اینها اطلاع کامل ندارند. قرآن میفرماید که اینها جادو میکنند و جدا میکنند. حقیقت ماجرا رو قرآن میفرماید. یفرقونه
بهی بین المرأه و زوجه. حال این بحث کردن که چرا زوجه گفت زوجته نگفت و موارد دیگر که فراوان است و محل آن نیست که ما اینجا صحبت کنیم. جدا کنند میان مرد و زن. در تفسیر اهل ظاهر، اهل ظاهر میگن که میان مرد و زن رو جدا کنند. تفسیر مفسران همه گفتن که شما به تفسیر این آیات نگاه کنید، قاهن گفت که منظور این است که میان مرد و زن رو جدا کنم، مرد و زن رو از همدیگر سرد کنم و جدا بکنم. میان روح و پیکر به نزدیک اهل تحقیق. اهل ظاهر ظاهر را میبینن، ولی اهل تحقیق، آنهایی که به حق مطالب توجه دارند، اینها به نزدیک اهل تحقیق روح و پیکر است. یعنی این سحر می آید میان روح و بدن جدایی می اندازد. بدن می ماند در چالهی، در چاهی، در سختی و تاریکی و در منجلاب، در بحث دیر، در گلخن می ماند و روح فارغ می شود، می ماند بدون بدن چه کند. زیرا زوج قدیم و جفت پاینده مر روح را مقعد صدق است. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. همه آیات قرآن است که می فهمن مقعد صدق، قعده یعنی نشست، مقعد یعنی جایی که می نشینند در آنجا با صدق و صفا و راستی و درستی. جفت او آن است که او را از جفتی به رهانت تاق کند، از درد به رهانت فرد کند. اینجا یک بحث زیبایی را آورده است. می فرماید که آیا جفت بودن خوب است یا فرد کردن؟ این که آیا تفرقه بین زوج خوب است یا بد است؟ مولانا چون اهل وحدت است، اهل وحدت وجود است، اهل توحید است، دویی را نمی پسندد. دویی را ثنویت می داند، دویی را دوگانگی می داند و به خاطر همین سعی می کند همه دویی ها رو یکی کند، چون اصلا در اساس مطلوب عرفان همین است. آن طاق که نیست جفتش اندر آفاق، با بنده بباخت جفت و طاقی به وفاق. پس گفت مرا که طاق خواهی یا جفت؟ گفتم به تو جفت و از همه عالم طاق. طاق یعنی تک، جفتم یعنی جفت دیگه، دوتا. می فرمه آن طاق، طاق که تکه، اون خداوندی که تنهاست، تک است. آن طاق که نیست جفتش اندر آفاق، در همه افقها مانند او شریکی ندارد. وحده لا اله الا هو، وحده لا شریک له، خداوند هیچ شریکی ندارد. طاقی است که جفتی ندارد، سر و همسر، لم یلد و لم یولد، سر و همسر هم ندارد. در جایی در قرآن هست که خداوند می فرماید که خداوند عبا دارد که برای خود همسری برگزیند، برای خود شریک زندگی برگزیند. او طاق است. آن طاق که نیست جفتش اندر آفاق، با بنده بباخت جفت و طاقی به وفاق. ولی بنده خودش رو که آورد جفت و طاق کرد. جفت و طاق می دانید که همون تاس هایی که من دازن جفت است یا تک است. میگه خداوند یک قماری رو بازی کرد، یک قماری رو آغاز کرد، قمار عشق بود، بازی کرد با بندش، با بندش جفت شد، در حالی که طاق بود با بندش جفت شد. لیم الله وقتون، پیغمبر فرمود من با خداوند یه وقت خاصی دارم. یعنی یه زمانی است ما دوتا میشیم. چگونه هست که خداوندی که یگانه هست، طاق است، چگونه میتواند جفت باشد، چگونه میتواند دوگانه باشد و با بنده خود، با حبیب خود یکسان باشد؟ مگر وحدت او در اینجا به چه تبدیل می شود؟ آن دویت کثرت است و واحدیت و وحدت وحدت است. این وحدانیت و وحدت، طاقیت با جفتیت چگونه تناسب پیدا می کند؟ بعد میگه که با بندهش باخته است، جفت و طاق بند بافته است. یعنی بیاندازیم جفت شد جفت، طاق شد. معمولا در قمار این کار رو انجام میدهند که با جفت و طاق مسائل رو مشخص میکنند.
پس گفت مرا که تاق خواهی یا جفت؟ خدا گفت که تاق میخواهی یا جفت؟ یک میخوای یا دو میخوای؟ مثلا گفتم به تو جفت و از همه عالم تاق. گفت دو میخوای یا یک میخوای؟ گفتم با تو دو میخوام، با عالم یک میخوام، با همه میخواهم از همه عالم تاق بشم، جدا بشم، با دنیا هیچ سر و صدی نداشته باشم، از دنیا تنها شوم، بی کس شوم از دنیا و بعد با تو کس شوم. چون کس من میخواهم تو باشی، من نمیخواهم این کساد و ناکسانی که دور مرا گرفتن کس باشن. یکی از کارهای عرفان همین است که میگوید میبایست که از کس بودن دیگران توجه رو منعطف کنید. این کسانی که دور بر شما را گرفتن، این دغل دوستان که میبینی، مگسانند گرد شیرینی. انسانی که برای دوستانش خرج میکند، اگر دو روز، سه روز، پنج روز خرج نکند، میبیند همه دوستانش رفتن، هیچ کس نیست. این قصه دنیاست، این حقیقت دنیاست، حقیقت ماجراست. کسانی که این جهان رو با دیده عبرت می نگرن اینها رو درک می کنن، نه هر ساده ابله گودی که نمی داند چیست و فریفته این دنیای قدار قهار مکار سحار غرار است. هر چیز که با چیز یار شود او دو شود. خب ما با خدا یار هستیم، خدا با ما یار هست، ناصر است، نصیر است. وقتی خدا ناصر بود به ما کمک کرد، دوییت به وجود می آید. این چیست؟ هر چیز که با چیز یار شود او دو شود. این حقیقت جفتی است که چون با او باشی یکی باشی. فقط یک چیز است که اگر با او باشی یکی است. جفت هستی ولی در عین جفتی تاق هستی. وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. و چون بی او باشی دو باشی، سه سه باشی، چهار چهار باشی. خیلی زیباست. میفرماید خداوند تکه. ما وقتی که با او هستیم یکی خواهیم بود، چون وحدت از او به ما سرایت میکند. ولی وقتی که ما با خودمان هستیم، من هستم و خودم، جسمم و روحم دو تا شدیم. من با دو نفر، سه سه، چهار چهار، و با همدیگر سه نفر، سه نفر، چهار چهار، چهار نفر، چهار نفر خواهیم بود. ولی همین چهار نفر برون با او یکی خواهند شد. و مثال این روح هست با تن، که تا روح در تن است همه اجزای متفرق یک نفسند. چون از او روح جدا شد این یکی صد هزار شد. چشم سویی رفت و گوش گوشه‌ای گرفت، استخوان طرفی گزید، گوشت را هر صاحب نیشی گرفت. چرا پراکنده شدند؟ نه یک نفس بودند. و چون خاک شوند، پاره ای از آن خاک را کوزه کردند، پاره ای را کاسه کردند، پاره ای را خمره کردند. هر یکی به سر خیشتن از یکدیگر بیگانه ماندند. به سر هم می توانید بخوانید که هر کسی، هر یکی به سر خیشتن از یکدیگر بیگانه ماندند. گفتند ما یکی بودیم، بیگانه چرا شدیم؟ زیرا به صحبت روح یکی شده بودیم. خب می فرماید که مانند مثال می زند. من که اکنون سخن می گویم، من می گویم من هستم. من واحد است یا کثیر است؟ من در من نفس، من نفسانی یک است، واحد است. منی که میگم من هستم یک هستم. اما اجزای وجود من چه؟ سلول های وجود من، دستگاه های من، دست من، پای من، انگشتان من، اینها بسیار متعددن. چشم من، گوش من، موهای من، اینها خیلی فراوان زیادند، کثیرند. مولکول های بدن من که سلول ها رو تشکیل دادند، اتم های بدن من، اینها چقدر فراوان است، چقدر عظیم است. خب وقتی که ما این رو میبینیم، آیا این چگونه هست؟ میفرماید که وقتی روح در بدن هست همه یکی هستن. یعنی من میگویم نفس من، من میگویم اشاره به آن یک نفر است، یک است. ولی وقتی این روح رفت، من مردم، چه خواهد شد؟ تجزیه میشوم، خاک میشوم. از خاک من
یا گلدان درست میکنن، یا کاسه درست میکنن، یا خمره درست میکنن. از خاک من، مولانا گفت ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید، تنور و نانوا دیوانه گردد. که خیلی شعر زیبایی است و ما بحثش رو کرده ایم و شرحش رو کرده ایم. این که وقتی من مثلا مردم، از خاک من یک سیبی روییده باشد، آن سیب را یک حیوانی خورده باشد، و همچنین این جریان در طول میلیون ها و میلیارد ها سال ممکن است اتفاق بیفتد. این چیز که وجود مرا یکی کرده است، تاق کرده است، آن همان نفس است. نفس، روح وقتی هست من یکی هستم. وقتی اشاره میکنم میگم روح من یکیست، روح یکیست. اما وقتی میرود آن روح، من متکثر میشوم، اجزای بدنم بسیار بسیار فراوان میشوم، به توان بی نهایت میتوانم برای خود اجزایی تصور بکنم. در اینجاست که میفرماید خدا هم همان روح جهان است، روح دنیا است. دنیا تا زمانی که خدا باشد یکیست، وحدت است، وحدت وجود است، همه جهان یکیست. ولی وقتی که آن روح نباشد، آن روح کلیه نباشد، آن طاق نباشد، بقیه همه کثرت هایی هستند که ما به آنها توجه داریم. بعد شعری نقل می کند، می فرماید ثقلت زجاجاتون اتتنا فرغن حتی اذا ملعت به صرف راهی خفت و کادت ان تطیر به موهبت و کزل جسوم و تخفف و بالارواهی. از ابن شبل بغدادی هست، شاعر عصر عباسی، که شعرهای بسیار زیبایی دارد، یکیش هم همین است. خب میفهمد ثقلت، سنگین شد زجاجاتون، شیشه های شراب سنگین شد، اتت نافرقا، که به ما داده اید در حال فراوان، پر و پیمان داده اید. یعنی شیشه می رو گذاشتن و در آن شراب ریختن و این پر و پیمان شده، از منظورش این است. ثقلت زجاجاتون اتت نافرقا حتی اذا ملعت به صرف راهی. راه یعنی شراب صافی، شراب عالی. می فرماید ملعت تا زمانی که اذا ملعت به صرف راه، وقتی که راه خالص، صرف شراب، صرف شراب خالص در آن ریخته شد. خیلی زیباست. می فرماید این جام هایی که از، چون شیشه هایی که در آن زمان می ساختن بسیار سنگین بوده است، شیشه رو به فناوری شیشه دست پیدا کرده بودن از اوایل اسلام، شیشه ها اینقدر ظریف نبوده است و سنگ شیشه رو پیدا کرده بودن و شیشه درست می کردن، زجاجه. ولی اینها، این ظرف ها وقتی بزرگ بود خیلی سنگین بودند. شاعر می گوید که این ظرف های سنگین که هست، شراب می ریزی در آن، باید سنگین تر شود دیگه. خب چون شرابی که در آن می ریخته می شود، او را سنگین تر می کند. شاعر می گوید نه، این شرابی که می ریزی، این رو هم مست می کند، این زجاجات، این شیشه رو هم مست می کند و او را هم سبک می کند. اون حالت شعری ببینید چقدر زیبا بیان کرد. ثقلت زجاجاتون اتتنا فرقا، آمده اید این شیشه ها رو آورده اید، این جام های شیشه ای شراب رو آورده اید، اینها سنگین است. ولی وقتی راه در آن، راه صرف، صرف و راه در آن ریخته می شود، شراب خالص در آنها ریخته می شود، آنها هم سرمست می شوند و سبک می شوند. خفت و کادت ان تطیر به ما هوا، این زجاجه ها و این شیشه های سنگین خفت، سبک می شود. و کادت، و نزدیک است، ان تطیر به ما هوا، که پرواز کند با آنچه که حاوی آن است، با محتوای خود، با آن شراب می خواهد چه کند؟ حرکت کند. و کزل جسوم و تخفف و بالارواحی، همچنان است که جسم ها به وسیله ارواح خفیف می شوند و سبک می شوند. خیلی شعر جالبی است. یکی از کارهایی که مولانا قبل از دیدار با شمس می کرده است،
دیوان شعرای بزرگ عرب رو خواندم بود و غالب دیوانهای شعرای عرب رو که انصافاً بسیار زیبا هستند و از نظر شعری بسیار قدرتمندند، خصوصاً دیوان متنبی و اعشار رو زیاد می‌خوانده است. خود حضرت علی علیه السلام هم اینها رو می‌خوانده است. از در چند جا من تحقیقی که کردم، شعرهایی که حضرت علی در نهج البلاغه آورده است رو از چه کسانی بوده است و چرا آنها را آورده است، خیلی جالب است که حضرت علی به اشعار خیلی از اون شعرهای زمان جاهلیت توجه داشته است و از آنها در خطبه های خود بیان کرده است و این هم همان روش خاصی بوده است. حتی یک جایی خودش میفهم و قال الاعشا در یکی از خطبه ها حضرت علی میفهمه که اعشا چنین گفت و آن شعر رو و آن بیت رو میفرماید. پس مفهوم این بیت، دو بیت زیبا معلوم شد که میفرماید این شیشه هایی که سنگینند وقتی شراب ریخته میشود آنقدر اینها خفیف میشوند، سبک میشوند که میخواهند پرواز کنند، با محتوای خودشان میخواهند پرواز کنند. و جسم ها همچنین است، وقتی که معشوق میآید این روحی که از معشوق در جان ما میدمد، روحی که می آید جسم ما می خواهد که پرواز کند. معشوق وقتی آمد در حقیقت یعنی روح در جان ما دمیده شد، روح معشوق در ما خود رو آویخت و خود رو ریخت. وقتی چنین شد جسم های ما از حضور روح معشوق پرواز می کند و ما با جسوم خود پرواز میکنیم. بعد برگشت به همان قصه قبل، وحشی بدان مالها فریفته شد. آنها که او به او وعده کردند، وحشی چون دنیا قراره دیگه، دنیا فریبکار است، فریب داد وحشی رو. وحشی بدان مالها فریفته شد و به کشتن حمزه میان در بست. میان در بستن یعنی تصمیم گرفتن. معمولا وقتی میخواستن یک کار مهمی رو انجام بدهند کمرشون رو محکم میکردن یا کمربند میبستن، پارچه‌ای به کمر میبستن که بتوانند خیلی چابک به دنبال کارشان بروند. لباسها رو هم به وسیله آن جمع میکردند که لباسها دست و پاگیر نباشد. فرصت میجست، فکر کرد فرصت پیدا میخواست که پیدا کند و حمزه رو بکشد. تا در حرب احد، در حرب احد، در جنگ احد این فرصت برایش فراهم شد. لشکر مصطفی صلی الله علیه و سلم به اول حمله کافران را بشکستند. همه میدانیم که در احد چه شد. پیغمبر مشورت کرد با که مسئله خیلی مهمی هم هست. پیغمبر مشورت کرد با یاران خود و جوانان گفتن پیغمبر خودت تصمیم نگیر، با ما مشورت کن. پیغمبر مشورت کرد، جوانان گفتن که بریم خارج از مدینه. با خبرش اومده بود که اینها میخوان حمله کنن کفار قریش در سال سوم هجرت، قرار بود که حمله کنن. با جوانان شوری کردند و خیلی جالبه از نظر حکومتداری، بسیار مهمه مسئله. حضرت مشورت کردند، جوانان آمدن، جوانان شور و حالی داشتن. یک عده میگفتن که در مدینه بمانیم و از مدینه دفاع کنیم و یک عده جوانان گفتن نه، اگر در مدینه بمانی اینا گمان میبرن که ما ترسیده ایم، برویم بیرون. گفتن کجا برویم؟ گفتن همین کوه احد، در دامنه کوه احد باشیم که اگر بود تفوق داشته باشیم، از بالا بتوانیم اینها رو ببینیم. حضرت رسول هم حرف جوانان رو پذیرفت، در حالی که نظر خود رسول چه بود؟ ماندن در مدینه بود. نظر حضرت رسول با مقام عصمت، با آن مقام عالی، این بود که در مدینه بمان. ولی وقتی مشورت کرد و اینها مشورت بد دادند، باز هم حضرت مشورت بد رو بر عقیده خوب خود ترجیح داد. این مسئله حکومت داری. حضرت مشورت بد و نتیجه بد رو ترجیح داد بر آن رأی صائب و نظر متقن و مستحکم خودش که اگر اینها بیرون نمی رفتن این ضربه عظیم بر پیکر اسلام وارد نمی شد. اینها نپذیرفتن. پیغمبر زره پوشید و رفت.
بقیه پشیمان شدن که نه ما پشیمان شدیم، ما باید حرف شما رو گوش میکردیم. آن جوانان، پیغمبر گفت نه، وقتی که ما مشورت کردیم، مشورت یک امر، آخه بزرگان ما وقتی میخوان مشورت بکنن ما رو جمع میکنن، میگن خب مشاوره بدهید، ما مشاوره میدهیم، بعد خودشان هر چیزی که دلشان میخواهد انجام میدهند. این مشورت نیست که، این در حقیقت کلاهبرداری است. مشورت آن است که وقتی مشورت کردن و اکثریت به آن نظر دادند، به طبق اون عمل کنی، هر چند که نظر خودت خلاف آن باشد. این رو پیامبر به ما یاد داد در این مسئله بسیار مهم جنگ احد. حال کاری نداریم، اینها رفتن در آنجا ماندن، اولین بار حمله کردند، همه دشمنان به هزیمت رفتن. سپاه اسلام 900 نفر بود، سپاه اونها 3000 نفر بود، یک به سه بیشتر از یک به سه بود نسبتشان. سپاه اسلام فقط 2 اسب داشتند و چند تا شتر داشتند، اونها بیش از به قول معروف 1000 اسب داشتند. و چه بود؟ خالد بن ولید هم که از بزرگان و از جنگجویان حرفه‌ای بود آنجا حاضر بود با 200 نفر سوار نظام. پیغمبر هم عده‌ای رو گذاشته بود که از کوههای احد که از آن دربند حرکت می‌کردند، یک دربندی بود اطرافش، شاید عده‌ای از دوستان دیده باشند آن محل رو، اطرافش کوههای سر به فلک کشیده هست. البته خیلی هم سر به فلک نکشیده ها، خیلی هم به قول من دور نیست، 500-600 متری هست، وسطش یک راهی است. پیغمبر جناب عبدالله رو اونجا مأمور گذاشت و سپاهیان رو گفت که تیراندازان باشند. احساس میکرد که از اون طرف اینها بیایند و حمله کنند، از پشت به مسلمانان حمله کنند. مسلمانان هم رفتند در آنجا و حواسشان به آن گذرگاه بود، گذرگاه بین دو کوه بود که باشند. مسلمانان اینجا حمله کردند و اینها رو به هزیمت بردند. اونها که حمله کرده بودند و گفتیم که مسلمانان هرگز به کسی حمله نکردند. به هیچ کسی مسلمانان حمله نکردند، بلکه فقط از خود دفاع کردند. دفاع هم امر مشروعی است، دفاع هم امر مقبولی است و کسی نمیتواند کسی رو به خاطر اینکه آمدند 450 کیلومتر از آنجا حرکت کردند، از مکه آمدند تا اهل مدینه رو بکشند، خب اینجا چه باید کرد؟ جز دفاع کار دیگری نمیتوان کرد. این نشانه جنگجویی اسلام نیست، نشانه صلح طلبی اسلامه که نرفته تا مثلا فتنه رو در نطفه خفه کنه و بره حمله کنه و به تحت شرایط. به مکه هم که رفتن، شاید این در ذهنتان بیاید که پس چرا به مکه حمله کردن؟ به مکه حمله نکردن. در صلح حدیبیه اینها قرار گذاشته بودند که مسلمانان بتوانند در سال بعد امسال برگردن، در سال بعد اینها بتوانند برون مکه رو، کعبه رو زیارت بکنن. این بر اساس معاهده ای بود که با قریشیان بسته بودن. اصلا حمله فتح مکه و اینها که اسمشو بزرگش کردن و فتح مکه، به نظر میاد که مسلمان ها به اونجا حمله کردن، حمله ای در کار نبوده است. بر طبق معاهده ای که در صلح حدیبیه بسته بودن و متن معاهده هنوز هم در کتب تاریخی ما هست، در کتاب های تاریخی ما هست، در آنجا بیان شد که امسال رو برگردن، اجازه ندادن امسال برن، گفتن سال بعد شما بیایید و کعبه رو زیارت کنید طبق آیین قبلی. اینا هم پذیرفتن، سال بعد رفتن آنجا زیارت بکنن و نه منجنیق با خودشان برده بودن، چون آدم میخواد مثلا حرکت کنه روش های قدیم، خب با خودش منجنیق میبرد، با خودش دژ شکن میبرد که بتواند دژ مکه رو بشکند. اصلا چون یک شمشیر بود، سلاح مسافر بود که اعراب همیشه با خودشون داشتن به خاطر اینکه امنیت باشد. و از حیوانات معمولا در مسافرت ها با خودشون همیشه یک شمشیر داشتن، با همین هم بودن و لشکرکشی هم اتفاق نیفتاده بود. خب اینها که آمدن، ناگهان آن بالایی ها دیدن که پایین ایستاده اند و کم کم دیدن که کافران به هزیمت رفتن، شکست خوردن و دارن میدوئن و مسلمانان میروند و اسب و قاطر و خر و مثلا شتر رو به غنیمت میگیرن، غلام رو به غنیمت میگیرن.
بنابراین اینها گفتن که دو دسته شدن اینهایی که بالای کوه بودن. یه عده گفتن که پیغمبر ما گفته تا نگفتم نیایید پایین. یکی هم یه عده هم گفتن که عده بیشتر که دنیا فریبشان داد چون قرار است مسلمان ها رو فریب داد. یه عده هم گفتن پیغمبر برای جنگ گفته بود. الان که دیگه ما پیروز شدیم پاشید بیاید. غالب اینها آمدن 10-12 نفر بالای کوه ماندن از این 150 نفری که قرار بود آنجا باشند و اینها آمدن پایین و شروع کردن غنیمت ها رو بردن. خالد بن ولید که با 200 نفر سوار نظام آماده بود فهمید چون تاکتیک میدانست، تاکتیک های جنگی خیلی خوبی میدانست، از پشت آمد و این 12 نفر همشون رو شهید کرد، مدافعان اون تنگه احد رو و دربند احد رو، و وارد شد از پشت آمد به هم حمله کرد. وقتی اینها حمله می کردن جناب حمزه متوجه شد، آمد جلوی اینها وایستاد و آنجایی که ایستاده بود کافران که می آمدن اینها رو می کشت تا اینکه به مسلمانان دست پیدا نکنن. کسی هم بود به نام مصعب ابن عمیر که اولین سفیر حضرت رسول بوده است که از مکه به سوی مدینه فرستاد در سال ششم بعثت. مصعب ابن عمیر یک انسان بسیار عجیب بود، بسیار زیبارو بوده است، بسیار پولدار بوده است و بسیار انسان فرهیخته و عجیبی بوده است. مصعب ابن عمیر که جزو نوادر تاریخ اسلام است، پیغمبر او را به خاطر سیمای زیبایش و به خاطر اون شرایطی که برای یک سفیر باید باشد، نه مثل سفیران ما که همشون مثلا به شکل‌های متفاوت که می‌بینید، سفیران اسلام باید سفیران خوبی و خوشی و زیبایی و تندرستی باشند. نهایتاً این به عنوان سفیر فرستاد به مدینه و در مدینه بود تا پیامبر آنجا آمد. او از نظر سیما خیلی شباهت داشت، زیبارو بود، خیلی شباهت داشت به پیغمبر و عمامه سبزی بر سر می‌گذاشت. دو نفر فقط عمامه سبز به سر می‌گذاشتن، یکی حضرت رسول بود، یکی هم مصعب بود که عمامه سبز به سر می‌گذاشت. او هر جا می‌نشست همه گمان می‌بردن که حضرت رسول است که نشسته است. می‌رفتن می‌دیدن مصعب بن عمیر است. در آنجا یکی از کافران آمد و گفت که آها پیغمبر رو پیدا کردم. فکر کرد عمامه سبزش و نوع نشستنش بر روی بر زمین یا بر روی اسب چیزی است که رسول است، رفت و او را کشت. آن ایشان مصعب بن عمیر شهید شد و افتاد این و گفت که کشتم محمد را، کشتم محمد را، کشتم. وقتی این حرف زد همه سپاه اسلام همه گفتن محمد کشته شده، ما چه کنیم؟ اینجا هم گفت که میگوید که عمر رفت یک گوشه‌ای به جای اینکه مقابله بکند با دشمن، رفت یک گوشه‌ای نشست، گفت من می‌خواستم پیغمبر کشته شد دیگه فایده ای ندارد، این دیگه بحثی ندارد. همین عمر وقتی که پیغمبر واقعا وفات یافت شمشیر کشید، گفت هر کس بگوید که پیغمبر وفات کرده است با همین شمشیر میکشمش. آنجا چنین رفتار میکرد، گفت هر کس بگوید پیغمبر مرده است وفات کرده است میکشم. ابوبکر اومد گفت مگر این آیه رو نشنیدی که انک میتون و انهم لمیتون، تو هم خواهی مرد ای رسول و اینان اصحابت هم همه خواهند مرد. گفت بله من تا حالا این رو نشنیده بودم و دست از شمشیر کشیدن برداشت. خب قصه این است، من سریع روش رو بخونم خیلی وقتتون رو نگیرم. قومی گفتند وحشی بدان مالها فریفته شد و به کشتن حمزه میان در بست، فرصت می جست تا در حرب احد لشکر مصطفی صلی الله علیه و سلم به اول حمله کافران را بشکستند. جماعت تیراندازان را مصطفی فرموده بود که در این دربند بایستید و این دربند را نگاه دارید و از اینجا مروید. چون تیراندازان دیدند که لشکر اسلام لشکر کفر را شکست و مسلمانان در افتادند، غنیمت ها می ستدند از اشتران و اسبان و غلامان و لشکر کفر منهزم شد، گفتند ما به چه ایستاده ایم؟ دید که همه دارن
غنیمت جمع میکنن، غنیمت هم هر کسی برمی داشت مال خودش بود، گفت اینها غنیمت ها رو بردن ما ماندیم اینجوری، بریم ما هم غنیمت جمع کنیم. میگن یکی از اینها یک دنبال یک الاغ بود، الاغ فرار کرده بود، هی دنبال الاغ یکی از این کافران بود، آخرش گرفت. همان وقت یک کافری با شمشیر او رو زد، گفتن فلان کس شهید شده، گفتن آره شهید راه حمار شده است، شهید راه الاغ شده است، این به جای اینکه بیاید از حیثیت اسلام دفاع کند رفته است و دنبال الاغ کافران رو گرفته است. ما به چه ایستاده ایم؟ وقت غنیمت ستدن است. قومی گفتند اشارت پیغامبر چنین است که ما در بند را نگه داریم، این دربندی که از این را نگه داریم، چرا در بند غنیمت شویم، چرا در بند و گرفتار غنیمت شویم. قومی گفتند که این اشارت از بهر آن بود که هنوز جنگ قائم بود، تا جنگ بود سخن پیغمبر واقعیت داشت، این ساعت جنگ نمان دیگه، جنگ تموم شد. گفت تا جنگ هست نیایید، الان جنگ تموم شد. این طایفه گفتند ما نتوانیم با این عقل سخن پیغمبر را تصرف کردن و تعویل کردن. مولانا اینجا اصل قضیه رو میگوید، این رو میگوید که با عقل خودمان حق نداریم سخن رسول رو به حساب بیاوریم. راه عرفان این است، عرفان حقیقی این است، ما حق نداریم با عقل خودمان سخنان رسول، سخنان بزرگانمون رو تعویل کنیم، تفسیر کنیم، عوض کنیم. هرچه که آنها فرموده اند ما حق تعویل اون رو نداریم، با عقل تعویل نمیتوان کرد، تصرف در گفتار رسول حق نداریم بکنیم، همچنان که تصرف به تعویل در قرآن رو حق نداریم بکنیم. مخالف شدند و بیشتر تیراندازان در افتادند، در غنیمت و کمینگاه و در بندها را رها کردند. در بندهایی که بود به آنجا منتهی میشد همش رو رها کردند. ابو سفیان بالشکر در کمین بود، چون دید که در بند خالی شد حمله کرد و بر مسلمانان زد. ایشون نظرش اینه که ابو سفیان حمله کرد نه خالد ابن ولید، ولی غالب کتاب‌های تاریخ خالد ابن ولید رو میگن که به دستور البته او بوده است، به دستور ابو سفیان بود. و مسلمانان مشغول به غنیمت، و از صحابه یکی بود چون سلاح در پوشیدی و برنشستی، کم کسی توانستی فرق کردن صورت او را از صورت پیغمبر علیه السلام. همان مصعب بن عمیر رو می‌فرماید. در آن چشم زخم او کشته شد. هر که از اهل اسلام او را می‌دید می‌پنداشت که آن زخم بر مصطفی است. هر کسی که دید فکر کردن که حضرت رسول است که وفات کرده است، شهید شده است. منهزم می شدن، می گریختن و می گریختن و پیامبر علیه السلام در عقب ایشان بانگ می زد که بایستید که من بر جایم. پیامبر داد می زد، اینا نمی شنیدن. از تسعدون ولا تلبون علا احدم و رسول یدعوکم فی اخراکم. آیه قرآنی که قصه رو می فرماید که وقتی که شما تسعدون، اینها که ترسیدن از کوه احد بالا رفتن که دست کافران بهشون نرسه، فرار کردن به بالای کوه احد. از تسعدون ولا تلبون علا احدن، و به هیچ کس توجه نمی کردید و خودتون گوش نمی کردید، به حرف فرماندهانتون گوش نمی کردید، کوه رو بالا می رفتید. و رسولا یدعو کن فی اخراکم، در حالی که رسول دعوت می کرد شما رو در پشت سرتان، ولی شما فرار کرده بودید به آنجا. در این جنگ تنها کسی که جان حضرت رسول نجات داد حضرت علی بود، که میگویند که وقتی که از جنگ احد برگشت 95 زخم شمشیر و نیزه بر بدن حضرت علی بود، مانند پروانه گرد شمع وجود پیامبر میچرخید، همه تیرهایی که میآمد به ایشان برخورد میکرد و پیامبر رو از اسب انداختند، ساق پایش را مجروح کردند، دو دندانش را شکستند، دندانهای جلو رو، و تا آخر عمر پیامبر دو دندان جلو نداشت، قفسه سینه اش را شکستند و با سنگ زخمی کردند سر حضرت رسول را، و خیلی شرایط عجیبی اتفاق افتاد. راویان گفتند در این واقعه عمر را دیدیم به کنار لشکرگاه، سلاح ها افکنده و نشسته، شمشیرش رو گذاشته نشسته.
پاشو ببین چه خبره. گفتیم چرا نمی گریزی؟ گفت بر که گریزم؟ آن کس که مرا جان برای او بود و زندگی برای او می بایست چنانش دیدیم، دیدم که پیغمبر مرد دیگه. از او گذشتیم، حمزه را دیدیم بر کنار لشکرگاه، همچون شتر مست خاکستر رنگ. حمزه هم آنجا بود، مانند شتر مست. وقتی که شتری مست می شود دیگر هیچ چیزی را به حساب نمی آورد، و شتر مست خاکستر رنگ هر که از کافران باوی می رسید در وقت دوانیدن در عقب مؤمنان بدونیمش می کرد. دنبال هر کسی که می رفت به دنبال مؤمنان تا اینها را بکشد او اجازه نمی داد و راه رو بر اونها می بست. سوگند خوردند راویان که یکی از مبارزان پیش او رسید، حمزه شمشیر براند. ما همه چنان پنداشتیم که خطا کرد و از بالای سر او گذشت. میگه دیدیم که شمشیر زد، ما فکر کردیم این ایستاده، هیچ طوریش نشد. ما فکر کردیم که این شمشیر او از بالای سرش عبور کرده است. در این حالت که او مشهود که خطا کرده و از بالای سر او گذشت، نظر کردیم سر آن مبارز را دیدیم در پیش حمزه افتاده. آنقدر سریع بوده است که هنوز سر او بر بدنش مانده است. اینا فکر کردن که شمشیر از بالای سرش گذشته است از دور که میدیدن. بعدش دیدن که یک دفعه سرش افتاد پایین و از کله های کافران پیش او تله ها جمع شده بود. در این حالت که او مشغول بود به کشتن کافران، وحشی پیش حمزه امکان آمدن ندید، می ترسید که جلو بیاید. پس پشت حمزه پس سنگی پنهان شده بود، یک سنگی بود اونجا پنهان شده بود که فرصت پیدا کند، و هر ساعتی سر برون می کرد، گاهی سرش رو بالا می آورد که حمزه را سخت مشغول یابد، ببیند هر وقت سرش مشغوله آن وقت حمله کند. ناگاه جوقی از کافران در رسیدند، گروهی از کافران آمدند که با او بجنگند. حمزه به کشتن ایشان مشغول شد، وحشی فرصت یافت و حمزه برهنه بود. سپر ندارد، اگر سپر داشت شهید نمی شد. حربه را راست کرد، با آن نیزه رو درست کرد و بینداخت بر کمرگاه حمزه، رسید به کمرش خود، از پشت به کمر او اصابت کرد. حمزه حربه را بگرفت و از خود بیرون کشید به قوت. معمولا روش این بود که وقتی میخورد برای اینکه جلوی حرکت رو نگیرد این رو می کشیدن، تیرها رو از بدن می کشیدن. او کشید تا از اینها فارغ شدن خون بسیار رفت، ولی خب چون اینها جنگ می کردن این کشید دیگر امکان نداشت که ببندد زخم رو، با کافران مبارزه می کرد، خون بسیار رفت. خواست که پی وحشی رود، چندان خون رفته بود که رمقی مانده بود. از پی در آمد و سه بار گفت الحمدلله علی دین الاسلام، الحمدلله که من بر دین اسلام رفتم. دنیا و دینار شما را بخشید، دین و دیدار را دیدار ما را. به شما دنیا داد، غنایم داد و دینار داد و دین و دیدار خود و لقای خود را به ما بخشید. بدین قسمت شادانیم، نحن قسم نابینهم معایشهم، آنگه از دنیا گذشت که انا لله و انا الیه راجعون. از توجهتون، از حوصلتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و موجب ملال خاطر شریفتون نشده باشیم. انشاءالله که همه جزء آن صدیقین باشیم، جزء اون پاکان و پاکیزگان باشیم و از کسانی باشیم که سخن بزرگانمون رو پشت سر نیندازیم و به آنها انشاءالله عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت.